جدال دو عشق دو جوان رعنا دو بزرگ آینده دنیای شطرنج امروز در مسابقه بزرگ تاتا استیل یک طرف ماجرا علیرضا فیروزجا نابغه جهانی شطرنج که تا رتبه دوم شطرنج جهان هم پیش رفته و در کاندیداتوری قهرمانی جهان امسال هم بازی میکنه طرف دیگه ی ماجرا پرهام مقصودلو کسی که تا نفر دوازدهم شطرنج جهان هم پیش رفته و از آماده ترین بازیکنان حال حاضر جهان امروز همونطور که میبینید علیرضا مهره سفید رو داره و پرهام مهره سیاه لحظات ابتدایی بازی این دو عزیز رو با همدیگه میبینیم و قرار یک جدال سختی رو با همدیگه داشته باشم به نظر شما کدوم یکی از این دو عزیز برنده میشه شاید براتون جالب باشه که نتایج گذشته این دو بازیکن مقابل همدیگه به چه شکلی هستش و در رویاروی های مستقیم چه کسی دست بالاتر رو داره بریم ببینیم در بازی های قبلیشون چه اتفاقی افتاده در سال از سال 2015 بازیاشون توی سایت چسپیس هست من مطمئن نیستم قبلش با هم دیگه بازی داشته باشن یا نه پس همین رو در نظر میگیریم در سال 2015 بازی اول مساوی بازی دوم مساوی بازی سوم رو پرهام میبره یکی به نفع پرهام چهارم رو پرهام میبره پنجم رو پرهام میبره سه تا به نفع پرهام این توی یه مچ جان دو جانبه یه رویارویی دو جانبه بود که در تهران برگزار شد یه تدارکاتی بود بازی و بازی های رسمی نبود ولی سه هیچ پرهام اون بازی ها رو برد یادمه که دفاعهای های فوق العاده ای رو پیدا می کرد اونجا هم پرهام باز نایدورف بازی می علی هم نایدورف بازی می کرد. بازی چهارم رو در قهرمانی ایران که در تهران برگزار شده باز هم پرهام برده چهار هیچ به نفع پرهام دو تا مساوی بازی پنجم رو در قهرمانی ایران شانزدهمین دور قهرمانی ایران علی رضا فیروز برده پس چهار به یک شد تا اینجا پرهام مخصولو قهرمانی ایران بعدی رو از علی رضا برده پنج یک در سال 2019 در تایتل تیوزدی پرهام برده شد یک 6 1 به نفع پرهام در بازی بعدی مساوی بازی بعدی رو فیروزجا از پرهام برده در چارتر بلیتز شد 6 2 بازی بعدی رو هم باز فیروزجا از پرهام برده در چارتر بلیز شد 6 3 بازی بعدی رو پرهام در قهرمانی بلیتز جهان که در ورشو سال 2021 بر برده شده هفته یکی از بازی ها اینجا نیستش چون شاید این دیتابیس قدیمی در سال 2023 هم در ارسینگ مستر با هم دیگه بازی کردن و اونجا علی رزا برد پس نتیجه هفت چهار به نفع پرهام شاید تا الان نمیدونستیم که پرهام سه تا جلوی از علی و امروز یه جدال سخت دیگر رو قرار با هم دیگه بازی کنن بریم این بازی رو با شور و هیجان با هم دیگه ببینیم برای شروع این جدال هیجان انگیز آماده اید بزنید بریم ببینیم چه اتفاقی میفته علی رضا فیروز جا بازی رو با پیاده به خونه ای چار آغاز میکنه و پرهام با اولین شگفتی ای پنج رو بازی میکنه چرا شگفتی؟ چرا سپرایز؟ در بازی دور اول پرهام چی بازی کرد؟ سیسیلی نایدورف مقابل داد چیزی که خیلی خوب جواب نداد با تدارکات وسیع عجوبه هندی مواجه شد و تونست با دفاع خاص خودش بازی رو به مساوی تبدیل کنه ولی نمیخواد مقابل علیرضا رضا هم همچنین تجربه ای رو داشته باشه بخصوص خصوص چون علی رزا خودش سیسیلی بازه و سیسیلی نایدورف رو گورد داده پس پرهام توی این بازی با ای 5 جواب میده از گسترش پیدا میکنن و فیل به خونه به میاد شروع بازی اسپانیایی روی لوپز یا شاه شروع بازی ها و پرهام با اسپف 6 جواب میده و آشیش که شاخی اصلی هست رو بازی نمیکنه شاخی اسپف به شاخه دیوار برلین مشهوره که توسط ولادیمیر کرامنیک بزرگ در سال 2000 به دنیای حرفه‌ای شطرنج آورده شد و تونست به خوبی و با موفقیت باهاش علیه گری کاسپاروف افسانه‌ای با سیاه بیسته و بازیها رو مساوی کنه چیزی که اون روزها مقابل کاسپاروف دست بهش دست پیدا کردن خیلی کار سختی بود کرامنیک اومد توی اون مسابقات دیوار برلین رو بازی کرد چرا دیوار برلین چون یه دیواری بود ما بین آلمان غربی و آلمان شرقی که خیلی دیوار مستحکمی بود و سالیان سال اونجا بود و نمی ریخت این دیوار این دیوار هم به دیوار برلین مشهور شده چون که بسیار بسیار قدرتمند و بسیار دفاعی و سیاه به خوبی میتونه به تعادل دست پیدا کنه علیرضا وارد شاخه اصلی میشه قله میره و پرها میزنه توی ای چار. اینجا شاخه اصلی حرکت دچار ولی علیرضا رخی یک رو بازی میکنه یه لحظه بریم ببینیم شاخ اصلی چی بوده اون تئوری اصلی دیوار برلین چیه د چار اگه بزنه رخ یک خیلی بد میشه این آچمزی به فنا میره سیاه رو پس اسب رو برمیگرده د میشینه به اسب سفید میشینه به فیل فیل میزنه توی اسب با پیاده میزنه ده دری پنج میشینه به اسب از تکون میخوره میزنه تو وزیر از قله میندازه و تا سال 2000 این گونه فکر میشد که این وضعیت برای سفید فوق العاده است میبره سفید این رو چرا سیا باید همچین کاری بکنه ولی کرامنیک با بررسی های خاص خودش و تیمش اومد با این دفاع مقابل کاسپاروف ایستادگی کرد و کاسپاروف نمیتونست ببره کرامنیک رو به همین دلیل وارد چیزای دیگه شدی دیگه اصلا این چهار بازی نکرده یا چهار بازی کرد بعدش بازم نتونست ببره و اون مچ قهرمانی جهان رو به کرامنیک باخت اما توی این بازی علی روز فیروزجا این لاین رو با این رو این, این هم خیلی بازی میشه و همه بازی میکنن حتی خود علیرضا هم با سیا بازی کرده ولی اینجا بعد از استریچار ای اینجا علیرضا رو خیق رو بازی میکنن که اینم چیز جدیدی نیست اینم خیلی بازی میشه بسیار فراوان اینجا سفید با اس میزنه ای پنج باشه که استر به پنج نزنیم چون کیش برخواست میده و وزیر رو میگیره پس یه همچین چیزی قابل بازی نیست فیل رو به ای هفت میذاره از روی فیله علی رزا فیل رو بر میگرده و اینجا از تری پنج رخ تری همه اینها بازی شده قله ده چار سفید گسترش میده فیل اف شیش رخ بر میگرده سیاه پیشنهاد رخ ها رو میده میبینید ساختار خیلی متقارنه چهار به چهار در, بر... چهار به چهار برابر سه به سه همه چیز وکیه. سفید فیلش رو به F4 میذاره میشینه به اسب اگه بزنه برتری خوبی میگیره به همین دلیل سیا میزنه توی یک وقتی که زد اسب رو میذاره E8 با این هدف که در ادامه D5 بازی کنه شاید اسبش رو برگشت اینجا بعضی وقتا G6 میکنن اسب رو میرن G7 فیل رو میرن E7 فیل رو میان D6 فیل میاد F5 خلاصه وضعیت متفاوتی وجود داره و اکثرا مساوی میشه ولی در سالیان اخیر یه لاینی هست که خیلی بازی میشه و علیرضا هم از اون استفاده میکنه حرکت از رو بازی میکنه این شاخه هم حتی به تعادل یعنی تا اینجا تا قبل از از معمولا اسسر بازی میکنه و خیلی ها توی چت و اینها توی فضای مجازی میگفتن آیا قرار یه تساوی توافقی سری رو داشته باشیم و این دوتا میخوان یه تساوی بکنن برن پی کارشون ولی علیرضا با از نشون داد که نه به دنبال گرفتن برتری زمان ها رو که هم اینجا میبینید من بازی رو دارم همزمان که بازیکنان دارم بازی می و همین مراحل شروع بازی هستن براتون ضبط میکنم و میخوام مرحله به مرحله براتون گزارش کنم خودم هم از نتیجه خبر ندارم تا اینجا علیرضا تند و سریع بازی میکرد هر دو بازی کن 100 دقیقه وقت دارن یعنی یک ساعت و 40 دقیقه علیرضا مثلا یه دقیقه زمان صرف کرده بود و پرهام حدودا مثلا چند دقیقه رو اینجا سیا باید پیاده رو بزنه سفید این پیاده رو قربانی داده که ابتکار عمل رو بگیره اسب رو به دپن میذاره با تهدید دست در هفت مثلا اگر اشتباه کنیم میزنه حالا با فیل یا اسب مثلا با فیل هم میتونیم بزنیم توی سه هفت و بعد از زدن با اسب میزنیم این خیلی قوی نیست از این قوی تر اینه که با اسب بزنیم بعد که زد با فیل میزنیم نمیتونه بزنه چون وزیری هشت مات میشه توی عرض آخر پس یه همچین چیزی امکان نداره پس پرهام دشیش رو بازی میکنه میبنده این خط رو و فیل به خونه یه جه تهدید وزیر نمیتونی بزنی چون بازم مات در عرض آخر اینجا دو نوع جور سیاه میتونه بازی کنه اسب اف 6 که اصلا خوب نیستش چون سفید رخ د1 داره و تقریبا میشه گفت بازی رو میبره از سیاه پس یا فیل f 6 یا f 6 توی بعضی بازی ها مثلا ولادیمیر کرامنیک حتی فیل f 6 رو بازی کرده و باخته در سال 2012 به لوک مکشین زده مکشین زده فیل در f 6 بازم با وزیر نمیتونی بزنید چون وزیری هاش مواته پس با این باید بزنه فیل به خونه د اومده وزیر داره میاد 4 ای یا ایسه. از ضعف جناح شاه استفاده میکنه از عدم گسترش سیاه استفاده میکنه و سفید بسیار بهتره اکثر بازی ها رو برده پس این گونه بازی نمیشه و پرهام اف رو بازی میکنه تا اینجا هم پرهام تقریبا یه چیزهایی رو معلوم بود که میدونه لاین رو ولی خب یکم بیشتر فکر کرده بود شاید یکم سورپرایز شده بود فیل بخونه چهار میاد بازی کاریاکین آنان داریم تو این وضعیت بازی فابیانو کاروانا وستیسو داریم و خیلی بازی استاد بزرگ و اینها داریم اینجا پرهام یکم فکر کرد و پیاده به2 رو زد در بازی مثلا کاروانا سفید و سیاه و سیسو ج پنج رو بازی کرده نشسته به فیل کاروانا وزیری چار نشسته به این فیل فیل در ب نشسته به رخ و فیل و اونجا حالا به عقیده انجین ها کاروانا اینجا یه بیدقتی کرده رخشو رو گذاشته به یک رخ ای یک بهتر بود بعد رخ به یک حالا ببینیم چه اتفاقی افتاده تو این بازی فیلی 5 F چهار نشسته به فیل زده توی این فیلد زده توی این فیلد زده اینجا اینجا باز سفید اگر فیل بازی کنه بازی خیلی پیچیده هستش انجین میزنه مختصر سییا ولی خب بسیار پیچیده هستش ولی کاروانا فیلش رو به سه 4 گذاشته و بعد از فیلی ش سیاه این بازی رو برده یعنی وسلیسو با سیاه این بازی رو از کاروانا برده پس یه چیزی راجع به تئوری این شاخه یاد گرفتیم ولی من فکر می کنم پرهام از اینها اطلاع نداشته از این بازی. حالا اون رخی یک چرا بهتر بود اگر رخه یک بازی می فیل ای 5 بازم باید بازی بشه چون نشستیم به ایشون و اگه بزنه با رخ میزنیم سه هفتم می زنیم. کارزار پس فی 5 بازم باید بازی بشه F چ در 4ده در 5 در 5 فیلده داریم مات می کنیم ش8 تقریبا تنها حرکته و اینجا حالا انجین میگه ایسه ای داریم مثلا با ئسه بازی خیلی پیچیده هستش میخوایم H ه رو بزنیم. میخوایم رخ F1 بازی کنیم حالا سفید تا حدودی حمله داره ولی خب پیاده داده این بازی بود که شاید علیرضا روی همین رو تدارک داشت و میخواست یه نوآوری نوولتی بزنه ولی خب پرهام j 5 رو بازی نمی‌کنه فیل در b 2 هم بازی شده یعنی فیل در b 2 هم قابل بازی هستش علیرضا رخ رو به b 1 میذاره فیل برمیگرده e 5 و f4 همه اینها از قبل بازی شده و اینجا پرهام مقصودلو آخرین حرکتی که بازی میکنه حرکت اشتباهی هستش و حرکت پیاده به خونه سه شیش رو بازی نمیکنه و فیلش رو به خونه ای شیش میذاره اینجایی که پرهام یک ساعت و چهار دقیقه وقت داره و علیرضا فیروزجا یک ساعت و هیجده دقیقه و علیرضا تا اینجا شاید یک و سیاه هشت وقت داشت فقط برای این یه حرکت رو فکر کرده پس 20 دقیقه است که اینجا علیرضا داره فکر میکنه فیلیشیش خوب نیست انجین ها میگن بعد از فیل 3 4 سفید برتری بسیار خوبی رو میگیره حالا باید ببینیم آیا علیرضا پیدا میکنه یا نه اینجا پرهام یا باید فیل 4 کیش میداد یا 3 6 بازی میکرد مثلا 3 6 اف 5 هر چه این وضعیت واقعا سخت بازی کردن شما در این کامپیوتر میگه این راحت بازی کردنش ولی واقعا سخت این وضعیت سفید خیلی حمله خوبی داره همه جا رو گرفته فیل بیاد بیرون میتونه به هفتو بزنه در آینده این قطر رو داره این قطر رو داره علیرضا تدارکات بسیار خوبی رو زده و شاید این به لطف اینه که در سطح اول شطرنج جهان خیلی بازی میکنه با برای وسلیسو و کاروانا و اینها خیلی تدارک دیده و این لاین رو احتمالا از قبل تدارک داشته که توی این بازی مقابل پرهام ازش استفاده کرده بعضی از عزیزان میپرسن چجوری اینها مقابل همدیگه تدارک میبینن روش عجیب غریبی نداره اینها مثلا میشین میگه مقابل دیوار برلین من این لاین رو بازی میکنم تا آخرش رو بررسی میکنه و میبینه بازی های حریف مقابلش رو هم که توی اخیرا چی بازی کرده مثلا پرهام سه پنج و ای پنج رو بیشتر بازی کرده آیا این لاین رو بازی کرده همه رو میبینن از قبل اصلا قبل از مسابقه حالا ظاهرا علیرضا بازی کرده بریم ببینیم چی بازی کرده بعد فیلیشیش بله فیلش رو گذاشته سه چهار و یک حرکت قدرتمند نکته اینه که از این به بعد از طرف 6 هم وجود داره و باید موازه باشه البته کار تموم نیست برای پرهام ولی توی بعضی از موقعیت ها از طرف 6 وجود داره اینجا انجین ها حکه فیلد چارکیش رو میپسندن و میگن بعد از شاید یک فیل اف 7 برای پرهام میتونه بازی رو تا یه حدودی نگه داره ولی وضعیت بسیار سختیه من قبل از بازی پیش بینی میکردم که بازی مساوی میشه ولی الان دیگه پیش بینی میکنم که به احتمال زیاد علیرضا این بازی رو میبره چون که تدارکات بسیار خوبی رو زده و داشتم اینو میگفتم که این علیرضا به لطف حضورش در سطح اول شطرنج دنیا تدارکات معمولا بهتری رو هم داره پرهام چه توی دور اول مقابل پراگناناندا توی بحث تدارکات به مشکل خورد و چه توی این دور یعنی هر دو دور رو با سیاه توی این سطح واقعا دووم آوردن خیلی کار سختیه ولی خب تازه بازی از اینجا شروع میشه پرهام مقصودلو با دفاعهاش مشهوره با اینکه سختجونه و جنگنده هستش توی شطرنج حالا شاید شروع بازیش به اندازه بقیه بازیکنان خیلی قدرتمند نباشه ولی بازیکن بسیار قدرتمند یه محاسبه فوقلادهی رو داره و میتونه خوب دفاع کنه و اینجا پرهام پس از یه تفکر طولانی فیل در چار کیش میده علی رزا مجبوره که شاهش رو چیک بذاره و فیل به خونه F7 میره که چون که فیل زیر زر بود و این حرکت احتمالا حرکتیه که پرهام از قلم انداخته بود از محاسبات قبلیش چون به فیل میشینه و حالا پرهام توی بازی بهترین حرکت فیل سه 5 رو بازی کرده اگر حرکتی مثل سه پنج رو بازی میکرد رخ در به هفت کار تمومه توی عرض هفتم کار سیاه تموم میشه پس مجبوره که فیلش رو تکون بده و نکته اصلی بی هفت کیش وزیر به پیاده چف نشسته شاه اچ هش هشتی وجود نداره چون فیل در افهفت فیل رو شکار میکنیم پس شاه باید بیاد F8 و علیرضا همه اینها رو تا اینجا حساب کرده و وزیر درش هفت هم اسبش و هم فیلش رو قربانی میده درسته که پرهام بهترین مدافع ولی احتمالا علیرضا هم در حال حاضر بهترین مهاجم دنیا هستش دقت داشته باشین. پرهام توی بازی فیل رو میزنه اگر با وزیر اسب رو بزنه وزیر کیش و بعد از فیل جه هشت مات میشه پس یه همچین چیزی قابل بازی نیستش اگر با شاه بزنه رخ ای کیش مجبوره که شاهش رو بذاره اینجا چون بازم بره فشت بازم وزیر چشت مات میکنه مجبوره که شاه بیاد اینجا و فیل در اف هفت ای هشت داره میپره ایش فیلی شیش کیش داره میاد وزیر پنج کیش داره میاد و کار تموم اینجا سیا بازنده هستش پس هیچ کدوم از با هیچ کدوم از مهراش نمیتونه اسب رو بزنه پرهام تصمیم میگیره که فیل در سه چار رو بزنه ولی انجین ها اینجا حرکت زیبای د 5 رو پیشنهاد میدادن که بشینه به اسب هرچند که بعد از این شاخه همسترده ده پن فیل در ده, ده وزیر کیش شاه اف هفت وزیر کیش اینجا نکته اینه که با این کیش فیل رو میگیره ج 6 فیل در ده, ده پنج کیش شاه ج هفت وزیر اف سه سفید تقریبا برنده استش دو فیل فوق العاده ای رو داره پیاداش رو پس گرفته داره رخش رو, رو به د یک میذاره ولی خب میگه با استه شش و اینها یکم وضعیت جمع و جور شاید بشه حالا میتونست یه همچین دفاعی رو بازی کنه ولی خب پرهام در دام تدارکات علیرضا گیر کرد و وزیر درش هفت هم دیگه بیشتر از این اذیتش کرد و پرهام اینجا اتفاقا سریع هم بازی کرد فیل در سه چار زد و علیرضا یواش رخش رو به یک میذاره با تهدید وزیر کیش شاه که اومده فف وزیر جه هشت اینا دارن بازی میکنن هنوزا من هنوز نتیجه رو نمیدونم و فقط دارم هنگام بازی براتون بازی رو گزارش میکنم پس وزیر چش وزیر جش تهدیده اینجا مجبوره که بزنه فرض کنید اگر آقا پنج بازی کنه کیش و مات پس نمیتونه یه همچین کاری بکنه میزنه وزیرش رو میده با رخ میزنه حالا شاید به که خب همه چی اوکیه سیاه یه فیل و یه اسب و یه رخ داره به وزیر ولی وزیر کیش میده و این فیل میپره میاد اینجا اف 5 فیل رو هم میگیره رخ به ده هشت میاد ج چهار از سمت علیرضا میخواد پیشروی کنه یا راهی هم برای شاهش باز میکنه پرهام شاید ده 5 بهتر بود ولی وضعش اینجا بازنده است شیش رو بازی میکنه و علیرضا ج پنج رو بازی میکنه اینجا همه میگن علیرضا بازگشت زده به دنیای شطرنج توی چت و اینها رو بخونید همه فکر میکنن که علیرضا بازگشت زده چون این بازی تا حالا هیچ اشتباهی نداشته یعنی دقت 100 درصد تا اینجای بازی هیچ اشتباهی هیچ بیدقتی هم حتی نداشته و اون علی که قبلا فوقلاده بازی میکرد پرهام شاه رو میره 8 که با وزیر دیگه ایشیش رو با کیش نزنه میزنه میخواد وزیر رخ رو بگیره با کیش مجبور شاه رو برگرده میزنه میزنه وزیر رو میذاره جه چار با ایده اینکه از اینجا نفوذ کنه ده پنج بازی میشه وزیر نفوذ میکنه پرهام فیلش رو به ده چار میذاره و اینجا علیرضا وزیر فتکیش رو بازی نمیده و فیل سر رو بازی که میکنه که اینم حرکت بسیار قدرتمندیه وزیر هم کامپیوتر میگه فیل جسه بازی میشه پرهام فیلش رو به ای پنج میذاره میزنه میزنه و چهار از سمت علیرضا فوق بازی کرده و من نمیدونم کسی که اینجا با چیکار کنه ا چهار داره ا پنج شیشش میاد و شاید حتی انتهای این بازی خیلی دور نباشه از اینجا چون که پرهام واقعا هیچ امکانی رو نداره اگه بخواد اسبشم تکون بده که وزیر جه پنج کیش رخ رو میگیره یعنی رخ میپره چون اگه بری اینجا که اچ پنج بازم یعنی بدتر از اون اچیش اچ هفت اچ هشت وزیر میشه بعد از اچ چهار معلوم نیست به احتمال زیاد علیرضا این بازی رو میبره دیگه حالا من لحظات و انتها و پایانی بازی رو هم خدمتون ارائه میدم در ادامه بازی پرهامی چار رو بازی کرد تا بتونه شاید این پیاده هاش رو برونه و به چیزی دست پیدا کنه ولی پیاده علیرضا داره همچنان میره د چار بازی میشه و کیش شامیا د ای هفت رو بازی میکنه مجبور رخ رو, رو تو این عرض نگه داره تا اسبش رو از دست نده رخ رو, رو تکون میده کیش و پیاده های پرهام رو میزنه و بعد از از ده شیش حرکت اچ بازی میشه و هیچ دفاعی در برابر h 7 8 وجود نداره و اینجا در حرکت 43 سوم. پرهام مقصودلو تسلیم میشه و علیرضا فیروزی موفق میشه این بازی رو ببره و دو امتیازی بشه از دو بازی اول دو امتیاز رو کسب کنه و پرهام هم از دو بازی اول نیم امتیاز این باخت پرهام بیشتر به دلیل این بود که در تدارکات شروع بازی گیر کرد واقعا توی چند تا دیگه از بازی هم دیدیم در مسابقات دیگه که توی شروع بازی ها حریفانش معمولا تدارکات بسیار شدیدی رو بهش میزنن و اینجا علیرضا تونست از تجربه و تدارکات خودش استفاده کنه پرهام همون دفاعی که همیشه انجام میداد رو انجام نداد در هر صورت خسته نباشید به هر دو بازیکن بازی زیبایی بود به خصوص از سمت علیرضا من فکر می کنم دقتش 100 درصد بود توی این بازی و هیچ جایی رو اشتباه بازی نکرد واقعا آفرین داره، تبریک داره. امیدواریم که بتونین روند خوبش رو ادامه بده. پرهام از دو تا بازی سیاه نیم امتیاز گرفته، بازی سفید میتونه قطعاً عملکرد بهتری رو داشته باشه. امیدواریم که اول و دوم بشن این دوتا عزیز. امیدوارم که ویدیو آموزنده ای شده باشه. سعی کردم در اولین فور همین الان بازی تموم شده که من این آخرین قطعه ویدیو رو دارم براتون ضبط میکنم. امیدوارم که مورد پسندتون بوده باشه. کامنت لایک فراموش نشه از شطرنج و زندگی لذت ببرید